همونطور که امام امت سلام الله علیه فرمودن در نقشه خداوند تبارک و تعالی حتی از زمان تولد پیغمبر انقلاب اسلامی ایران دیده شده. این خیلی مهمه که امام میفرماید که دو تا نکته مهم داره. یکی این که معنای این که پیغمبر در مکه متولد میشه اما حوادثش در ایران هست، به خصوص شکسته شده 14 کنگره کاخ کسرا، این هست که 14 قرن بعد از تولد این پیامبر در ایران بساط ستمشایی برچیده میشه، بساط ظلم برچیده میشه. قرن 14 قرن بسیار مهمی هستش در مسئله آینده و آینده پژوهی در نگاه معارف اسلامی. و نکته دوم که امام فرمودن هستش که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل که 3 ماه خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها میرسید، حضرت زهرا به خاطر اون اسمش محدث است، حضرت جبرئیل با اخبار انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آروم میکرد و میگفت ایرانی ها خواهند اومد. چون شما می از زمان پیغمبر خبر خوشی ما نداریم تو تاریخ اسلام. اولین خبر خوش تو تاریخ اسلام انقلاب اسلامی است که جبرئیل، امام فرمود که جبرئیل با احادیث با خبر انقلاب اسلامی حضرت زهرا رو آرامش میشد. بله خب این روایت مو لا درزش نمیره، لای درزه روایت که میبینه از صدا و سیما تلویزیون ایران پخش میشه. و اما من حالا که کار به اینجا رسید، شما هم غریبه نیستید، من خودم یک روایتی دارم که هنوز در حال پختن هست، همین که دم کشید به طور رسمی منتشرش میکنم. اما گوشه ای از این روایت این هست که نه تنها در اون زمان بلکه از زمان آدم و حوا هم چه بود؟ خبر انقلاب اسلامی بود. یکی از موارد دیگه‌ای که باز جبرئیل آمده و این خبر رو داده باز با هم می‌بینیم. شب میلاد پیامبر گرامی اسلام، خدا در جشن تولد پیغمبر مژده ظهور خمینی را داده است. متوجه 10 سال آینده متوجه می‌شیم امام کی بود. بله یعنی در جشن تولد پیامبر اسلام جبرئیل آمده مژده ظهور خمینی رو داده. باز برمیگردیم به همین که چرا تا به حال این خبرها نیومده. خب ببینید آمریکا هست، شوروی بوده اون زمان، حالا روسا هستند، خود برادران چینی هستند، اینا رو که نمیشه گفت اینا جلوی این موضوعات رو میگیرن برای اینکه نفوذ نکنیم. اگه نبود همین آقای پناهیان بود که در همین آمریکا 1 میلیون سیاه‌پوست گفتن ما از اینا میخوایم، از این جمهوری اسلامی هم. ببخشید این یه گروه اجتماعی داره که واسه بعضی اجتماعی چیه این از زمان پهلوی اینطور شد. رضا شاه لعنت الله علیه وقتی آمد جلوی ازدواج موقت رو گرفت و جلوی تعدد ازدواج هم گرفت. ولا تو عربا مخصوصا تو سعودی دیده شده اونجا یه مرد 4 تا زن تو ماشین همه با هم نشستن، همه با هم رفیقن. مرد چقدر راحته وقتی یه زن مریض میشه مرد به کاراش دست نمیخوره، اون زنای دیگه میبرن دکتر. بله ببینید در عربستان سعودی این یکی از روحانیون انقلابی بود که صحبت میگه در عربستان سعودی 4 تا زنند، اگر یکیشون مریض شد خب بقیه کار رو انجام میدن، اونا میبرن دکتر. در اونجا 4 تا زن میگیرن فقط برای همین. این هاست اون موهبت های این موهبت هایی که آیت الله خمینی با خودش آورد و جبرئیل خبره و مژده شد، مژده اونو داد که خمینی داره میاد. این خلقت خلق شد برای این انقلاب اسلامی، نزول خمینی رو داره دستش، ابراهیم یزدی و همه داره دست، صادق خلخالی و و و و بقیه. میبینیم صادرات انقلابی ما رو که از این موهبت انقلابی بی نصیب نمونه. Imam Al-Hazrat Kari. Ya 12 kama mimi nakaa chini na mama
پایشی ما علی مولا یا مولا یا مولا علی مولا یا مولا یا مولا علی مولا یا مولا یا مولا علی. بله، گروهی دیدیم به هر حال کارساز بوده و باید نمونه اهل سنت، ملایان صادراتی اهل سنت و حاصل کار اونها هر دو. ونطق بالشهادة وحاول أن ينطق بها رغم أنه أفكم لا يتكلم. يدك اليمنى ترفع يدك إصبعك هذا لا يستطيع. طيب ارفع هذا، ارفع هذا يد اليمين تعمل. أشهد أن لا إله إلا الله 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 وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. ما شاء الله. شاید روزی باز روایتی ساخته بشه و از زبان جبرائیل گفته بشه که آمد و مژده ای داد که جهان با خبر باشید که حتی در آفریقا و جاهای دیگه هم تصویری از آیت الله خمینی برافراشته شد. منظور خلقت اون گونه که دیدیم و میبینیم از زبان ملایان نشسته بر اریکه قدرت در تهران، منظور از خلقت همین بوده و بس. آمدن خمینی و دار و دسته او، آمدن کسی که خود اون به صراحت گفت مباد روزی که مردمان به ذات ما پی ببرند. و آیا پرسش اینه پس از 41 سال مردمان ایران هم از کرد و بلوچ و لور و بختیاری و عرب ایرانی و ترکمن و تالشی و فارس و همه، آیا به ذات این حکومت و ذات ملای شیعه در اریکه قدرت پی نبردن؟ پرسشی است در برابر مردمان و در برابر روال اوضاع در ایران.